سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. دوباره وقت نکردم موامو خوش کنم بیام، چون سری دوش گرفتم، ولی باز خوبه. بینیم چطور شده بچه نیمروخش؟ این الان داره ازش آب میاد چون رفتم چیز کردم. نیمروخش چطوره؟ هنوز 3 هفته است، بعد طول میکشه، یعنی 2-3 ماه دیگه نتیجهش رو میبینیم. سلام ابی، خوبی؟ خوش اومدی. سلام سیسی، چطوری؟ بینی باید کروتون بزنی. کروتون چیه ازره؟ و یعنی بر میگرده، یعنی چی عشقم؟ کروتون چیه؟ کروتون چیه عشقم؟ من چه میفهمم؟ شبیه سگ شدی. چه بهتر، چه حیوانی بهتر از سگ؟ به خدا، چه حیوانی بهتر از سگ؟ خب چه خبر؟ خوبم مرسی. کروتون چیه عشقم؟ واسه ورم بینی. ورم بینی من قرص آناناس میخورم عشقم، هر روز قبل از صبحونه قرص آناناس. آره. سلام علیکم. به سلام، خوبی؟ خوش اومدی. خوبی؟ سلامتی؟ حالواله؟ احواله؟ خوبی؟ بد نیستم. چه خبر؟ خوبه انشالله. سلامت باشین. خب خیلی خوش آمد، خیلی خوش آمد، خیلی خوش آمد، خیلی خوش آمد. کامنت ها رو ندارم من، چرا؟ خدای من. سلام بشه، سلام، سلام. کامنت هاتون رو ندارم ولی سلام میکنم. سلام به همه، سلام به دوستان. مزخرفه. سلام بر 2 تا تیک آبی. شب من یکی از دوستان دخترها بودم، اومد تو لار، گفت ابی جان ساعت 1 شب تا این 2 ساعت اول لایو برای من نمیاد، تو منو هایت کردی. گفتم چرا باید هایت کنم؟ گفتم نه، من این کار چرا باید بکنم؟ حالا تو رفتی اینو بلاکش کردی، رکورد از پیجات گرفته، میگی این پیجاش منو بلاک نه. گفتم اون یه پیج دیگه است. بعد دیدم نگاه کردم 2 تا تیک آبی داری. آره، کی بوده؟ اسمش چی بوده؟ یکی از دوستان. بعد درش بیار. آره. خب اسمشو بگو، بعد بهت میگم، دایرکت بهت میگم درش بیار. خب بگو الان، تو میگه تیک آبی داره اونم؟ بابا نه، اومده فیلم تو رو گرفته. نه اون تیک آبی داره، من بلکش کردم. نه، اون تیک آبی نه. بعد دیدم 2 تا تیک آبی داری. به به، من کسی رو که بلاک کردم حتی خواهر و مادر من باشه دیگه از بلاکی در نمیارم، چون خود شعار ما اینه کسی که بلاک شده دوباره انجام میده کارشو. ایول ایول باریه بار واسه این شعار من و توه. کسی که یک بار اجازه میده یک بیادبی کنه، یک خط قرمزای من و تو رو رد کنه، از بلکی در بیرون دوباره بیشتر انجام میده. بار واسه ایول ایول. کسی دوستانی که تو لایو بید، رفیقاتون اگه بلاک شدن میتونید یوتیوب نگاه کنید لایو رو، بعد از لایو اونجا سیو میشه، نگاه کنید لذت ببرید، ولی لایو زنده نمیذارم نگاه کنید. میگم چرا که کامنت ها نمیاد برا من؟ مال چیه؟
میتونم. اوکی بچه ها، پیج ای بی بالا هست؟ شاید پیجت بالا نیست. تصویر من که خوبه درسته؟ همشه اوکی همه آره؟ فقط برم. این کامنت ها نمیاد برا من، نمیدونم چرا. عجیبه. به نظر تو دخترها چه مشکلی دارن مثلا با امثالی مثل منی که کون میدن؟ خودت چی فکر میکنی؟ سوال خیلی خوب پرسید. خودت چی فکر؟ نه خب من ببینه بی همیشه تو منو میشناسی 7-8 ساله، من هیچ وقت خودمو نمیگم که یه دخترم یا زنم، چون من کس ندارم و همیشه به تو گفتم که مثلا مقام زن خیلی بالاست، چون خدا زن رو کامل آفریده، کس داره، سینه داره، فیسش، همه چیش. چرا یک دختر، یک زن باید به خودش اجازه بده که بیاد به یک کون حسادت کنه؟ چرا؟ خودت چی فکر میکنی؟ یعنی حسادت بهت میکنن دخترها؟ خب الان اگه دقت کرده باشی همه، حتی برای تو هم، تو با اینکه کسپرستی همه بلاکیات زنم. فرق نداره. بین الان ما الان یه سوالی پرسیدی که میگه دخترها به من حسادت میکنن یا نه، خواستم ببینم واقعا بیشتر از حسادت از سمت شما دختر یا پسر است، دختران یا پسران؟ پسر. خب دخترها که با ما کاری ندارن، یعنی پسرها که با ما مشکلی ندارن، چون که اونا من کون میدم اونا بکنن، میخوان منو بکنن، چه مشکلی با من دارن؟ ما با پسرها مشکلی نداریم. من هر چی توهینه از طرف دختراست. خب چرا فکر یعنی با ترنس ها میونت خوبه؟ سعادت اون بر نداری؟ ترنس هم هست، ولی خب ترنس ها هم جنس منن، دو تا ما ترنس ها همه لاپامون کیر داریم، رقابت میکنیم، ولی اینی که یک دختر لاپاش کس داره و همه چیش کامله، چرا باید بید به یه پسری مثل من که لاپام کیر داره و مثل اون کس ندارم و کامل نیستم حسادت کنه؟ آره این هم هست. آره. چیه باز اینترنت ها خراب شده، لایو ها نمیره برای کسی، چی شده؟ یا ما تو خیلی بلاک کردیم؟ نه نجدی اینقدر نشستی اون بالایه بلاک میکنی؟ اینترنت رو ما هم بلاک کردیم، دیگه نیست فکر کنم اینترنت ها ضعیفه. تو گوش کن یه بار دیگه، منو بیار بالا، این کامنت مامنت ها ندارم، اون بار کورم. خب بیا دوباره بیا، چون نتم تصویرت هم ندارم. شاید بخاطر اونه. بیا سکتور نمی کنه. وقتی تو کامنت میذاری، وقتی مردی و کامنت میذاری میگه سکتور نمی کنه، تو از زمانه هستی که بگن کیاریه نمی کنه، دست تو اول میبری بالا. آریان زیبا، مرسی. خب من ایبی اینقدر همه همدیگر رو بلاک کردیم، فالوورامون رو، که دیگه فاز فردا هیچ خبری نیست. کروتون چیه؟ تو دایرکت بهم بگو عشقم. برای ورمش مشکلی ندارم، 2-3 ماه صبر میکنم، چه عجله ایه؟ حالا چه عجله ایه که برم کروتون بزنم؟ صبر میکنم. بعد بینی من با عملای دیگه خیلی فرق میکنه عشقم. دکتر من گفت یه هفته چسب بزن، چون من تو ترکیه عمل کردم، دکتر فرق میکنه. الان عملای مثل قدیم نیست که با چکش بزنن بینی تو ناقص کنن، الان با لیزر این کارو میکنن، بدون درد، بدون یعنی ریکاوری کمتری، میدونی کبودی کمتری.
دایرکت بگوش، هم من نمیفهمم، بعد بهت بگم. خب کو ای بی کامنت بذار. درود، درود بر شما، خیلی خوش اومدید. من فرم بینیم قشنگه و وقتی چسب میزنم بیشتر ورم میکنه، چون دکترم گفته یه هفته بزن. بینی من فرق میکنه، عملش با دیگه بینی دیگه فرق میکنه. از فرمشم راضیم، چسبم نمیزنم، چون من به حرف دکترم گوش میکنم نه به حرف کسی دیگه. خب ابی کامنت بذار. کیرم تو کس مادرت بیناموز. مرسی عشقم. سجاد میگه کیرم تو کس ناموزه. مرسی عشقم. کیر مقدسه. تو انرژی تو بذار بکن تو ناموز ما. چه بهتر. مواتو کراتین کنی ناز. ناز کراتین کن. من تازه از همون اومدم عشقم. موام خیسه. خیلی خوشگل شدی، مرسی، لطف داری. بارونس عزیزم کجاست؟ من به حرف دکترم گوش میکنم نه به حرف کسی دیگه. پینو بردار عشقم. من پینو نمیدونم اصلا چجوری برش دارم، چون برای من نیستش پین. ای بابا، به جایی که چیست کنم، به جایی که اینو پین کنم، آن فالوش کنم. خب سلام کسخل ابی رو میگم کامنت بذار، انگار نمیبینه، حرف منو نمیشنم. سلام بارون، چطوری؟ چوری چی نمیگی عشقم؟ سلام، سلام آریان، چطوری؟ یه لحظه من این دوربینم اوکی کنم. چقدر بلند شد؟ من نزدیک یک سال دو ساله شدم، من خیلی کوتاه میکردم. آریان من تازه از حموم اومدم، لباس بپوشم بعد بیام تو نمایی. تو تصویر تو ببند، کارات میوت کن، تصویر تو ببند بیا. چرا؟ اوکی زفت گوشی خاموش روشن کردم، خاموش روشن کردم، کامنت ها اومد برام. ای والله، نه تصویرت هم خوب شد. تصویر هم خوب شد؟ تصویرت هم خوب شد. داره این مال چی بود؟ گوشی خاموش روشن کلن همه چی تغییر کرد. آره عشقم، من موهام دو ساله اینقدر شده، بعد دو سه بار کوتاه کردم چون کاشته مو داشتم، موهام سوخته بود، خیلی کارا کردم. ولی اگر بگم که اگه تو بخوای مواد اندازه من بشه، دو سال دست نزنی اندازه من. حتی موهای من الان موجه، این الان صافش کنی تا کمرم میاد. سلام موهای کی؟ سلام بر دیدای عزیز. درود، درود بر شما آریان عزیز و ابی عزیز. درود بر شما. موهای کی داری؟ چه خبرش هم خوبی؟ برگ من داشت موهای خودم رو میگفتم دوستم پرسید گفت چجوریه. خب که اینجا چطوری خانم لیدا، چه خبره؟ درود عشقم، اتفاقا لایف داشتم، به بچه گفتم بچه آریان جون لایف گذاشته، لایف رو میبندم بیایم بریم اونجا، همه اومدیم اینجا. لطف کردی. مهمون نمیخی، مهمون نمیخی، تاج سر عشقم، خیلی خوش اومدی. منم رفته بودم امروز نوبت شامپو بود، بعد موام شامپو میزدم دیگه طول کشید تا برم همون و بیام و تا موام، اصلا موام خوش نکردم، همجوری اومدم. خیلی خوب کاری کردی، خیلی خوب کاری کردی. بچه پیجه این پیجه بالا هست براتون دوستان، یه چک بکنید. بعد چیز ابی دیشب واقعا من به یه چیزی ایمان آوردم. سلام هیرات، خوبی؟ دیشب من واقعا به یه چیزی ایمان آوردم که واقعا این همین دادن و کردن اینا همه ژنتیکیه، یعنی باید تو خونت باشه، یکی چه برای مردش چه برای زنش. با زنایی داریم که یک بار رابطه میذارن در هفته بازم میگه زیاده،
من نمیخوام، دوست ندارم. آقایون هم داریم روزی 3-4 بار میزنن میگن کمی. آقایون هم داریم که یه بارم در ماه نمیتونن انجام بدن. این خیلی مهمه که آدم تبش گرم باشه، سرد باشه. سلام سیتا. دیشب من توی یه دوستم اومده بود، بعد از چند وقت، بعد 1 سال منو دیده بود. اون 3 بار منو کرد تو نیم ساعت، 3 بار کمرشو خالی کرد، یعنی من آبم 3 بار اومد. یه بار بعد رفت نیم ساعت بعدش یکی دیگه هم اومد، اونم منو کرد، یه بار دیگه آبم با اون اومد، بعد نیم ساعت بعدش رفتم خوابیدم یه جغم زدم. یعنی توی از ساعت تو حساب کن ساعت 12 شب تا 6 صبح من 5 بار آبم اومد. ای بابا بیلام هم، یعنی دیشب که بعد از لایو خودم تموم شد درسته؟ نه بحث دیشب نیست، در کل گفتم. تاریخشو براتون معین نکردم که دیشب یا الان، در کل گفتم که من فکر میکردم که الان به این نشستیدم که نه، آدم این به تب بدن برمیگرده که تب چقدر گرم باشه، سرد باشه، میدونی؟ منم نانستاپ کون میدادم و اصلا چیز میگردم و اصلا انگار نه انگار که مثلا من آبم اومده، با اینکه چیزی هم نمیخورم، اما یه تخم مرغ خورده بودم. دقیقا این تبت خیلی گرمه، تبت خیلی داره. من خیلی تبم خیلی خیلی گرمه. حالا به نظر تو این خوبه یا بده؟ نه خیلی زیاد نه خیلی کم، باید حد وسط داشته باشه. زیادی زیاد هم خوب نیست، هر چیزی زیادیش هم بده. خب آقا میدونی چیه آقا ابی عشقم، برای ما الان طرف خودم صحبت میکنم، حالا شاید بارونس و لیدا موافق باشن، حالا اینام نظرشون بدن. یه کسی که مثل آریان مثلا یا ترنس یا شیمیل، به نظر من همه اینجوری هم. به خصوص توی خانواده شیمیلا، ترنس ها، گی ها خیلی کون میدن. میدونی چرا؟ چون دیگه به نظر ما کاری نداریم جز این کاری انجام بدیم. خانواده هامون از دست دادیم، جامعه رو از دست دادیم، خیلی ما رو نمیپذیرن، خیلی مثلا با ما دوست نمیشن، یا خیلی با ما مشکل دارن، میدونی؟ و ما چیکار کنیم جز کون دادن؟ مثلا ما نه بچه دار میشیم، نه پریود میشیم، نه ازدواج میکنیم، نه نمیتونیم عروس بشیم، نه داماد بشیم. وقتی که اینا همه رو میبینیم مثلا از زندگیمون حذف شده، دیگه چیکار کنیم؟ لیدا نظرت چیه واقعا؟ از تای دل بگو. چی بگم خدا؟ دیگه هر کسی گرایشی داره یه جور، ولی از یه نظر حق میدم. از این نظری که آریان جون اشاره کرد که اجتماع خیلی بد شده، آقایون هم تا حدود خیلی زیادی خیلی بد شدن، روی دوستیشون نمیشه حساب کرد، به هیچ پسری نمیشه تکیه کرد. و ببین خیلی بر من پیش اومده، مثلا دوستای ترنس زیادی دارم خب، که مثلا میگن ما 10 بار ریل زدیم با یک پسری که فقط با همون یه نفر بمونیم و بهمون خیانت کرد و دروغ گفت، با احساسمون بازی کرد، تو گوشیشون 50-60 شماره دیگه داشتن و دلشون میشکنه. یه جورایی دلشون که میشکنه میگن خیلی خب، پس ما از این به بعد حالا که رو پسر نمیتونیم حساب باز کنیم برای تک پر بودن و اینکه با یه نفر باشیم، ما هم میریم مثل پسرها چیکار میکنیم؟ با هر پسری که از ما خوشش اومد میریم و ارتباط برقرار میکنیم و برای اینکه دلمون نسوزه یه مبلغی هم میگیریم، که تو اجتماع به اینا میگن آدمای هرزه، ولی در اصل دلیلش رو اگه بدونن به این آدما نمیگن هرزه، چون چاره دیگه ای ندارن. بارون نظرت تو چیه؟ من احساس میکنم به 2 تا چیز بستگی داره و این اتفاق به خاطر 2 تا مسئله است که میافته. یکی اینکه ترنس ها، LGBT ها، گی ها، همونطور که گفتی به طور بای دیفالت طبع بدنشون خیلی گرمه، یعنی خودشون دائم حشری هستن، این یه موضوع غیر قابل انکاره. بعد ببین آریان، تو اگر به یه فرد بیای هر روز یه ماشین رو بدی بگی تعمیرش کن، اون بعد از چند سال تعمیرکار میشه، غیر از اینه ناخودآگاه تعمیرکار میشه. وقتی جامعه به ترنس، به LGBT به طور کامل نگاه جنسی داره و همه به خاطر مسائل جنسی میان سمتشون، خیلی طبیعیه که این موضوع سرلوحه زندگیشون هم باشه. شما درست میگه. و یه چیز دیگه هم، الان نگاه مرد به زن هم همینه. الان یک مردی که به زن نگاه میکنه چیه؟ میخواد بکنتش دیگه.
من رفته بودم واکسن بزنم، واکسنه یه واکسنی بعد میزدم واسه کارام. یه زنی که اونجا جزو خدمه بود میدونی بهم چی گفت؟ گفت واسه چی میخوای زن چی؟ گفتم چطور؟ گفت زن متاسفانه یه موجود ابزاریه، تو میخوای از یه موجود ای ارزشمند به یه موجود ابزاری وای جای تبدیل شی. گفتم دیگه کسم ساله. گفته زن چی قطع شدی؟ گفتش که زن باسه چی میخوای زن شی؟ زن یه موجود ابزاریه خب، و تو میخوای از یه موجود ارزشمند به یه موجود ابزاری کاربردی تبدیل بشی. گفتم چی کار کنم دیگه کس خالم. درسته. خب ابی نظر تو چیه؟ من که بهت گفتم هر انسانی چه دختر باشه پسر چه ترنس باید یه حد وسط داشته باشه، بعد خیلی جاها باید جنبه داشته باشیم، رو هر کسی شل نکنیم، خیلی کارا رو آدم نباید بکنه، هر کسی با طرف مقابلش انسان به هر کی درسته جمعیت زیاده و اون چیزی هم که تو وجود ماهاست واقعا زیاده، هر کسی به نظر من 100% اون غریزه جنسی رو داره، ولی نه با هر کسی، با آدمش، متوجه هستی؟ با آدمش، آدمش میتونه هر کسی با آدمش میتونه که واقعا 0 تا 100ش با اون باشه، ولی نه که اگه هر کسی شون کرد اگه آدمش باشه. یه لحظه ببخشید اگه کلن که من اصلا نمیفهمم این احمق چی میگه. ابی من اصلا نفهمیدم تو چه گوهی خوردی، کلن که تو از نظر یک مرد فکر میکنم نسبت به سنت هیچی نمیفهمی. خب انتر 2 ساله نکبت، مگه نمیگی من دیشب پریشب رفتم دعوار دادم دعوار شدم؟ ولی در کل فکر میکنم بچه فکر لیدا بارون اسمی میکنم کی این حیاتی اندازه سنش نمیفهمه، یعنی من اینکه قضیه کوچیکترم خیلی بیشتر میفهمم. اون قضیه ای که تو باز کردی دارم میگم، نه این قضیه جدید باز کردی. اصلا در مورد الان 7-8 سالی که تو مثلا زیر لایوهای منی، من هر سالی ازت میپرسم تو هیچ چیزی برای گفتن نداری جز اینکه چایی بخوری و سیگار بکشی و توف بزنی روز نمیدن فقط کاریه. میگه زیر لایوه تو آلی مارگی بپرسه آیان سوال این خودش محضش پنالتی میزنه، میگه هر سوالی که سوالای تخصصی فنیت خیلی بیجر این یه وقتای تو یه سوالی میپرسی خب من تا آخرین یعنی جواب دارم خوشگل برات، ولی بحثی که مثلا بخوام باز بکنم شامل لایو نمیشه، شامل زبون من نمیشه، بچه ها توضیح بدم برات. ما هم حالا درصدی با همکاری میکنیم ولی دنبال ان خیار دیگه نگرد دیگه. الان نقش تو پس اگر شما نظری نداری پس چه گوهی میخوری تو لایف؟ گوه تو باید بخوری یه رز زر بزن زر نزن. نه جدی ایشون شما اگه میگی بچه ها نظر بدن شما چه گوهی میخوری تو لایف؟ ایشون میگه دیشب پریشب ما خیلی کارا کردیم، نمیدونم تو این صحبتی که این مسئله هست یه مسئله دیگه باز شده، یه قضیه دیگه باز شده، بحث دیگه هست یا نه بحثت هم رو اولیه خوراکش میدونی چیه لیدا؟ خوراکش کی زیره کی خوابیم کی بیشتر میده. الان مثلا پیش خودش الان فلسفه یعنی سخنران هیئت ژولی هستن شد، خب همه چی میگه یه حرفایی میزنه اصلا نگم برای عشق میکنه میباله به این حرفاش چیکار بکنم؟ اوکی کلا اصلا نفهمید من چی گفتم، حالا اب نداره ولش کن راست میگه، با قول خودش از خانم چیز لیدا و چیز سوال کنیم بارون از میگه کلا تعطیله، یعنی نسبت به سنش چی نمیفهمه احمق، یعنی یک استوپ کلابی انتر میمون اگه بحث از اون شهوت نیست اصلا بحث ما یه چیز دیگه بارون نیست. من داشتم گفتم که چرا مثلا
کسایی که کون میدن، مثلا مثل یه کسی مثل آریان که افراطی کون میده روزش مثلا شب تا صبح 4 بار میده، اینها بگرانش اینه که مثلا کاری دیگه ای نداره جز کون دادن. وقتی که جامعه، خانواده، دوستان یا نگاه جامعه، من اصلا کون ندم، جامعه میگه کارو که مثلا گی و ترنس ها فقط کون میدن. خب پس اگه نگاه جامعه اینه که یک ترنس یک شیمل میکنه میده، چه وای نا چرا نکنم؟ پس زیادش هم میکنم. من اینو گفتم، آره من اینو گفتم. میدونی چیه؟ حالا بیاد مثلا چقدر مثلا من جان شما باز سوالی که داری میپرسی برمیگرده به همون غریزه جنسی، درستی یا نه؟ در سطح حال بودنه که چرا من این کارو میکنم. نه نه ربطی نداره به غریزه جنسی، این یه چیزیه که درون انسان هاست. مثلا یه کسی افسرده است رو میاره به مشروب بارونست، یکی افسرده است میره سمت مواد، یکی افسرده است میره سفر. اینها جامعه تعیین میکنه که تو سمت چی بری. یکی میره سمت کس، یکی میره سمت کون دادن، یکی سمت کردن. یه مردی از چند تا دختر ضربه میخوره، میدونی؟ بعد میگه با خودش میگه همه آره، و با خودش میگه همه دخترها لاش. یه مردی با دو تا یه خانومی میره توی زندگی، حالا خانومه لاشی در میاد، نمیدونم مهریهشو میگیره، نمیسازه، زندگی نمیکنه، با اینکه آقاه خیلی خوبه. این دیدش به همه زنا بد میشه و فقط بعد میگه من فقط میخوام زنا رو بکنم و فرار کنم، من دیگه تو رابطه نمیرم، این جوریه. میدونی چیه؟ اینو میخواستم اینو بگم. یکی خب نمیفهمه در کل حرفای من، ولی بازم بچه‌ای که تو اون پایین هستین، لطفاً ازتون خواهش میکنم، اینجا لایو هستش، لایو یه سری صحبت ها میکنیم، یه سری بحث ها هستن، حالا بحثایی که این کثافت میکنه، اون پایین ازتون خواهش میکنم بی‌ادبی بی‌احترامی نکنین که واقعاً مثل سگ بلاگ نشید. لطفاً بشین اون پایین قشنگ لایو تماشا کن، بی‌احترامی نکن، بی‌ادبی نکن. اگر من توی این لایو هر مله هستم اون قضیهش جداگونه است، ولی اون پایین لطفاً بی‌ادبی نکنید. آره زشته. خب از این بحث میگذریم میریم رو بحث خودمون. لیدا چه خبره، چی کار میکنی؟ قربونت گلم، هیچی. امروز هم که جمعه بود خیر سرمون، من جمعه دوست دارم برم بیرون. امروز جمعه به فاگ رفت، بعد تا ساعت 8 قرار بود مهمون بیاد و مهمونم که بدقولی کرد و دیگه زدم بیرون، دیگه کیفر رو انداختم رو پولم و رفتم یه دو ساعتی بیرون چرخ زدم و اومدم برای لایف دیگه. امروز روز آره خراب شد. دیشب همین دوستم که اومده بود مثلا منو 3-4 بار کردش، بعد نمیدونم بارون سبان و لیدا یا من حرفه‌ای شدم تو کون دادن یا تحملم رفته بالا یا آبم زیاد شده، نمیدونم چی شده. قبلنا مثلا یکی منو میکرد تا آبم میومد دیگه دوست نداشتم کون بدم، الان تازه آبم میاد کونم باز میشه. ببین به نظر من با خاطر حرفه‌ای شدنت. آره بعد الان انقدر قشنگ مثلا حرفه‌ای